اگر شما نکنم سال 82 بود که در دادگاه انقلاب به مدت یک ماه کارآموزی داشتم قبل از اینکه وکیل پایه یک بشم و این در واقع اجبار هست برای همه کارآموزا که در دادگاه انقلاب هم دوره کارآموزی رو بگذرونن. و نکته جالب اینه که اکثرا کارآموزا در واقع فرستاده میشن به شعبی که به پرونده های در واقع مربوط به مواد مخدر، کسانی که حالا یا معتاد هستن به خاطر استفاده از مواد و یا اینکه حمل مواد دستگیر شدن، به در واقع اکثر کارآموزا به اون پرونده ها، به اون دادگاه ها فرستاده میشن، نه به دادگاهی که پرونده های امنیتی و سیاسی در واقع رسیدگی میکنن. و در اون مدتی که در دادگاه در واقع در اون شعبه دادگاه می نشستم و هر روز خب بعد می اومدم و پرونده ها رو می خوندم و می بینم که نحوه رسیدگی به چه شکل هستش. خب ببینید، وقتی که می خواین وارد شعبه بشین باید از یک راه رو رد بشیم تا برسیم به اون شعبه، و این همیشه برای من یک در واقع خاطره دردناک و شاید خیلی در واقع آزاردهنده هستش، چون که دید من و اون در واقع هدفی که داشتم از اینکه وکیل بشم همیشه این بودش که همه آدم ها مساوی هستن، به همه باید به یک چشم نگاه کرد و همه انسان ها از حقوق برابر برخوردار هستن. منتها در این دادگاه که رد می شدم، در سر تا سر دادگاه شاید حدود 150-200 نفر آدم، نمیدونم دقیقا بگم چقدر، ولی خب راه رو خیلی هم کوتاه نبود. در این راه رو افراد معتاد و افرادی که نشون میداد از شکل ظاهریشون که مدت ها در واقع حمام نکردن و در بازداشتگاه بودن یا در بالاخره جای نگهداری شدن، چون از بویی که در هوا بود این مسئله به در واقع خیلی مشخص بود، و این افراد به هم زنجیر شده بودن و روی زمین بغل هم دیگه به طرف دیوار نشسته بودن، و رفتار با این افراد از طرف مامورینی که اینها رو آورده بودن بسیار در واقع زننده و غیر انسانی و تحقیرآمیز بود، و حالت در واقع صحبتی که با اینها میکردن و حالت اینکه بشین، یعنی تحکم در واقع به این افراد ناسزا میگفتن، ناسزا نه تنها به خود این افراد، و چیزی که واقعا دردناک بود به مثلا مادر پیر این در واقع افراد، که من چندین مورد دیدم که مادرایی که دنبال پرونده بچه هاشون اومده بودن یا همسرانی که دنبال پرونده شوهرانشون اومده بودن، چه در خود اون راه رو مامورینی که اونا اومده بودن مثلا با بچه ندیده بودن چند روزی اون بچه‌شون رو یا در واقع همسرشون می‌خواستن صحبت کنن باشون با بدرفتاری می‌کردن، و زمانی که حتی در قسمتی که می‌خوان شماره پرونده رو بدن تا می‌گفتن که در واقع جرمش چیه و حرف مواد مخدر اینا مطرح می‌شد، یعنی شما می‌فهمید، متوجه می‌شدیم که چطور با این افراد رفتار می‌شه، واقعاً تحقیرآمیز بود. و در خود شعبه دادگاه در زمان رسیدگی هم من به جرئت می‌تونم بگم تمام پرونده‌ها، چون خودم شاهد بودم، فقط شاید 5 دقیقه رسیدگیش تمام می‌شد، و رفتاری که وقتی که اون فرد وارد دفتر میشد، مدیر دفتر وقتی که باهاش میخواست به داد یا در واقع هدایتش کنه مثلا دادگاه، واقعا بهش گفت وای نستا اینجا، برو عقب‌تر وایسا، نمیدونم، یعنی یه حالتی که این نزدیک میز نیا، یه حالتی که انگار دستت اگه به این میز بخوره این کثیفی، در واقع به همین حالت که نزدیک نشو همونجا وایسا، و با این حالت باهاشون صحبت میکردن خیلی با بی‌احترامی، و در جلسه و چند تا سوال هم بیشتر ازشون پرسیده میشه، و میگم کل محاکمه این افراد 5 دقیقه طول میکشید، و اکثرا هم چون مواد در واقع برای استفاده شخصشون بود، برای من این جزای نقدی براشون در واقع حکم به جزای نقدی داده میشد، و چون هم نداشتن که پرداخت کنن ازشون میپرسیدن آیا پول هست که پرداخت بشه یا اینکه میخوای بری زندان، و اکثرا هم نداشتن که پول بدن. من در اون مدتی که در اون در واقع شعبه بودم ندیدم که در واقع کسی وکیل داشته باشه، ما فکر میکنم اولا چون خیلی قشر در واقع فقیر هستن و تحصیل کردم عمدتا نیستن، بنابراین فکر میکنم خیلی خانواده ها تو اون در اون زمان البته که من خودم شاهد بودم بتونستم وکیل براشون داشته باشم. وکیل تصمیم میدونید که در خیلی مسائل در واقع مهم
وکیل تسویه تعیین میشه، در جرم خاصی وکیل تسویه از طرف دادگاه تعیین میشه. خب بسته به مورد، میگم بیشتر اون کیسایی که پرونده‌ای که من دارم کیسایی بودن که در واقع به جرم استفاده یا حمل مواد و بیشتر به مورد استفاده خودشون بود. یک برای یه پرونده‌ای رفته بودم اجرای احکام همون دادگاه انقلاب و در واقع چندین بار رفته بودم و به پرونده‌ام جواب داده نشده بود و به گله میکردم به مدیر دفتر که من بارها اومدم و هنوز نامه‌ای که میخواستم به من ندادین، خب میشه زودتر این مسئله پیگیری بشه. و ایشون هم چون منو دیگه میشناخته بودم بعد از چندین بار مراجعه، به من گفتن که شما فکر میکنین که فقط پرونده شماست که در اینجا مطرح هستش، میدونین حجم کارهای ما چقدر. و ایشون هم در واقع شروع کرد درد دل کردن و در واقع گله‌مند بود از اینکه چقدر حجم پرونده ها زیاد هست و اینا نمیتونن به این پرونده رسیدگی کنن. و همینطور که داشت صحبت میکرد من رو هدایت کرد به سمت در واقع پنجره شعبه و گفتش که از بیرون پنجره رو نگاه کن و اون یک کلات پرده کرکره بود و به من گفتش که بیرون رو نگاه کن چون پرده کاملا پایین بود و من اون در واقع پرده رو پایین زدم، اون دو سه تا از اون کرکره ها رو که نگاه کنم بیرون چطور هست. و وقتی که نگاه کردم به بیرون از در واقع پنجره، این حالت دف در واقع حیات دادگاه یا شاید نمیدونم حیات خلوت، چون یک محوطه‌ای در واقع فضای چیز نبود، فضای باز نبود و در داخل ساختمون بود و یک محوطه باز بود و صحنه‌ای که من دیدم واقعا هیچ وقت از جلوی ذهنم نمیره، چون زمین تقریبا در واقع سیاه بود، چون پر بود از آدم‌ها که نشسته بودن به حالت در واقع اینطور نشسته بودن و دستاشون دستبند داشت و با زنجیر هم پاهاشون به هم در واقع بسته شده بود. و من یک آن در واقع همینجوری برگشتم به عقب و گفتم اینا چی هستن؟ و بعد مدیر دفتر به من گفتش که اینها پرونده‌ای هستن که هر روز در این دادگاه در واقع هستن میان و بعد بهشون رسیدگی بشه. و من برام واقعا یه دفعه گفتم خب اینا حتی اگر در واقع اینا متهمن، محکومن، هر چی که باشن انسانن، در واقع چرا اینطوری باشون رفتار میشه؟ آیا نمیشه طور دیگه ای رو اینا رو آورد به دادگاه و بعد برگردون دوباره به زندان، بازداشتگاه یا هر جایی که باید برگردونده بشن؟ و اون آقای مدیر دفترم خیلی خودشم با در واقع مشخص بود که راضی از اوضاع نبود و میگفت خانم این هر روز این اتفاق میفته، شما حالا دفعه اولتونه دیدین و ما هر روز داریم اینو میبینیم، شاید شما هم اگر چند بار ببینین دیگه براتون عادی بشه. و من البته فکر نمی کنم این مسئله خیلی برای خیلی آدم ها بتونه عادی بشه، ولی به هر حال این رفتار در واقع اوج تحقیر و رفتار تحقیرآمیز نسبت به یه انسان میتونه باشه که شما همینطوری کف زمین بنشینین و هیچ در واقع دستتون زنجیر دستبند باشه و پاتون رو زنجیر کرده باشن با آدم های دیگه. من فکر نمی کنم که کسی در واقع از تحقیر به خودش بیاد و کسی که مورد تحقیر در واقع قرار گرفته یه دفعه بگه اوکی من به خاطر اینکه به من تحقیر شد و این رفتار به من شد من دیگه این کار رو انجام نمیدم، چون دیگه ثابت شده که افرادی که در واقع داره اعتیاد هستن افراد بیمار هستن و باید با اونها به گونه دیگه در مراکز در واقع درمانی رسیدگی بشه. منتها و اینی که این افراد رو در این شرایط و نگه می‌داشتن یا هنوزم شاید می‌دارن و یا کلن متهمینی که باهاشون با بدرفتاری در واقع رفتار میشه، هیچ وقت رفتار خشن و تحقیرآمیز هیچ وقت بازدارنده جرم نیست و این در واقع ثابت شده. و منم فکر نمی کنم اونها در واقع کسانی که این گونه رفتار میکنن میخوان که در واقع فکر این نیستن که دارن کاری میکنن که از ارتکاب جرمی جلوگیری بشه، بلکه این در واقع نهادینه شده این گونه رفتار در وجود این افراد و این افراد شاید با من وکیل هم به همون شکل صحبت میکنن. اینطور نبود که فقط با یک فرد متهم یا محکوم اون گونه رفتار کنن، بلکه من هم که در واقع در مقام وکالت میرفتم در دادگاه با من هم بهتر از اون افراد در واقع رفتار نمیشد، حالتی که چون ببینین منی که باید مدت ها پشت در دفتر دادگاه می نشستم منتظر
دیدن مدیر دفتر یا در واقع قاضی، یعنی اون عدم احترام به زمانی که من بعد در اونجا میگذروندم و نوع رفتاری که این که من میرفتم در شعبه دادگاه و باید اونجا منتظر میموندم و بعد از چند ساعت انتظار برو فردا بیا و بعد دوباره فردا برو، مثلا برو پس فردا بیا، میدونی رفتاری که به وقتی به شما اهمیت داده نمیشه و کار شما رو کوچک نمیبره، یعنی این رفتارم تحقیر میشه. برای همین به نظر من اون جنبه اینه که بخوایم جلوگیری کنیم از ارتکاب جرم اصلا در این رفتارها مد نظر نیست، بلکه به نظر من این رفتار نهادینه شده.